أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد حضور شما عزيزان وسروران غرامي وبينندگاني كه ان بنده را بنده عاجز و را در السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و از الله متعال تمنا و آرزومندم که در هر گوشه و کناری که از این دنیای پهناور قرار دارید از الله متعال تمنا دارم که سربلند و سرفراز و کامیاب و کامگار زندگی روزمره خود را به پیش ببرید و از الله متعال تمنا دارم که همه مو شما را در امور و عرصه های دنیاوی و اخروی کامیاب و رستگار داشته باشد باز هم شما را خوش آمدید میگویم به یکی از برنامه های بس زیبا همانا منبعی سرشاری و زلالی از چشمه علم و دانش احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم به ارتباط حدیثی که در برنامه گذشته برای شما عزیزان بیان کردم که ارتباط می گرفت به تعلیم دادن شخص کنیز و خانواده خود را مانده بود که باقی یا ادامه آن حدیث که ارتباط می گرفت به مسائل و, و احکامی که متعلق به این حدیث متبرکه است ببینیم که علما در ظل این حدیث متبرکه پیامبر نازنینمان صلی الله علیه و سلم چه ارشادات و چه مهربانیایی نمودند ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم سه شخص را در این سخنان خود برشان بشارت اجر و ثواب و پاداش را بیان نمودند اولین مطلبی که در زل این حدیث گنجانیده شده است و تشریح کردند محدثین بزرگوار دو ثوابی که به شخص اول بیان شد که امانا او شخص کسی که از اهل کتاب است ایمان به نبی خود آورده و بعد ایمان به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان به کتابی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است قرآن بعد از آن ایمان به رسالت نبی محمد نبی نام محمد صلی الله علیه و سلم و ایمان به قرآن می آورد این هم خالی از دو اجر و دو پاداش نمی ماند یک اجر و ثوابی که در دین خود بود یا نصرانی بود که مسیحی باشد یا یهودی بود که پیروی حضرت موسی کلیم علیه السلام و سلام بوده و بعد از آن ایمان می به خاتم النبیین و کامل ترین ادیان کمانا اسلام عزیز است و ایمان می آورد به رسالت محمد صلی الله علیه و و به کتابی که به محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده از قرآن ایمان می آورد به قرآن و اسلام را پذیرا می شود پس این هم خالی از اجر و پاداش نمی ماند پس اجری که اول نسبت به نبی خود و کتاب خود داشت و او, عجر او خالی از اجر و پاداش هم نمی ماند نمانده و اجر دومی که بالاتر و تر اجر ایمان آوردن به رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است دومین شخص شخصی است که غلام است هم حق خدا را ادا می کند و هم حق ارباب خود را ادا می کند پس این هم از اجر و پاداش خالی نمی ماند یک حقوق الله را با تمام فرائض و واجبات و سنن و مستحباتش ادا می کند و دوم حق ارباب خود را ادا می کند پس دو اجر گیرد یک اجر از ادا کردن حقوق الله و دوم اجر از خدمت کردن به ارباب خود این از اجر و پاداش خالی نمیماند که بشارت است پیامبر صلی الله علیه و سلم به این سه گروه بیان نموده است و سیومین شخص شخصی است که او کنیزی می داشته باشد کنیز ببینیم که فعلا بحث کنیز و غلام وجودی ندارد اسلام با این برنامه‌های سازنده اش غلام بودن و برده بودن را و کنیز بودن را از جامعه انسانیت رختش را جمع کرد و, و تمام شد یعنی اسلام یکی از مزایای مزیدش این بود که همه بندگان و بردگان و غلامان الله متعال هستیم مردهای من بندگان و بردگان الله متعال است و زنان ما هم بنده ها و کنیزهای الله متعال است خداوند انسانها را آزاد خلق کرده و آزاد برشان آزادی برشان عطا نموده و این آزادی را هیچ کسی حق ندارد که از انسانها ها برباید یا انسانها را از این حق آزادی محروم گرداند پس انسان آزاد خلق شده و تنها اربابش امانا الله متعال است و تنها خالقش امانا الله متعال است و اسلام با این برنامه اش که پسانتر بیان میکنیم اجر سیومین شخص را با این برنامه هاش که غلام ها را یا کنیز ها را میخرید و در راه الله آزاد میکند حالا ببینیم وقتی که ما به بحث کنیز و غلام در سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم یا در سیره اسلام عزیز میبینیم ببینیم که چگونه غلام ها و برده ها را با بهانه های گوناگون اسلام خریداری میکرد و اونها را تحت تعلیم اسلامی و ادب اسلامی قرار میداد و هر کدامشان یک شخصیت در جامعه میشدن که معلم و الگو و پیشتاز جامعه انسانیت قرار می گرفتند از آن نمونه ببینیم که سخنگوی اسلام و سخنگوی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از برده ها بود برده های مشهور و معروف امانا بلال رضی الله تعالی عنه در حقیقت یک برده بود که ابی صدیق رضی الله عنه او را خریداری کرد و در راه اسلام آزادش کرد و از جمله سخنگویان این دین الهی و آسمانی و کاملترین ادیان قرار گرفت یعنی یک برده سیا چهره سخنگوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود یک شخصی که تعلق به عرب نداشت و تعلق به سرزمین حجاز نداشت بلکه یک انسانی بود که حبشی بود از حبشه بود ولی اسلام آمد این مرزها را از هم درید و جز یک مرز امانا مرز عقیده و مرز مشترک ما امانا مرز عقیده ای ایمانی و اسلامی هست پس ما میبینیم که اکثر دانشمندان این دین الهی امانا برده بودند که به سبب اسلام و به سبب آزادی میبینیم که خودشان معلم شدند و پیشتاز جامعه انسانیت شدند و رجلون کاند انده امتون و مرد سیومین شخصی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی می کند و میفرماید امانا سیومین کس یا سیومین شخصی که خالی از اجر دو اجر دو پاداش نیست رجل مردی که کاند اندهو امتون می باشد به نزد از کنیزی یتعوها به امراه از او وطی می کند یعنی جما می کند فعدبها و بعد او را تعدب ادب بسیار شایسته فحسن احسن ها و کوش زیاد در تعدیب و ادب کنیز خود می کند و علمها ها و او را تعلیم می ده فحسن تعلیم ها به وجه نیکو و پسندیده او را در, نظر تحت تعلیم قرار می ثم اعتقها بعد از آن ای را آزاد می کند و تزوجها باز امرائش ازدواج می کند فله اجرانی پس به این این انسان دو اجر و دو پاداش است یک اجر تعلق میگیرد به چی و اینکه او را امرایش رویه خوب میکند او را تعدیب و ادب میاموزاند و دیگر چیزش اجر پاداشی که میگیره و علمه ها او را تعلیم نیکو و به وجه پسندیده و در زل آن هم و بعد او را آزاد میکنه و به امرایش ازدواج میکند یعنی از جمله زنان آزاد قرار میگیرند حالا ببینیم که اسلام چقدر دین رحمت است و چقدر دین مهربانی است و چقدر دین عطوفت است در جمله دوم یا در مسئله ای که تعلق میگیرد به این حدیث اشاره میکند که در جزء اخیر حدیث اگر توجه داشته باشیم فلهو اجرانه پس به او دو اجر است پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند یکی این که اگر ما ببینیم انسانی که چون اشتباه صورت نگیرد در این قسمت که پیامبر صلی در آخر حدیث تایید میکند فلهو اجرانه ارتباط به می است مگر او انسان چهار چیز را انجام داده یک کنیز خود را همراهش رویه خوب میکنند یعنی جماع میکند و بعد از آن او را تعل... ادب میدهد می آداب معاشرت را برش یاد میده و سوم این که او را بعد از آن علم یاد میده و چهارم این که او را آزاد میکند و به همراهش ازدواج میکند پس این هم دو اجر و دو پاداش دارد اگر هر کدام شما بسنجیم که در هر کدامش اجر پاداش باشد چهار اجر و پاداش و ثواب میگیرد ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید نموده و فرمودن که فلهو اجران پس به او آدمم دو اجر است که والله اعلم ثواب و سیومین مطلبی که در ظل این حدیث مبارک آمده ها این است که در اینجا که هر کسی که کنیز خود را آداب اسلامی را و معاشرت اسلامی را و اخلاق اسلامی را به او یاد بدهد و او را تحت نصیحت خود قرار بدهد و احکام شرع را برش بیاموزاند خالی از اجر و پاداش نیست و همچنان کسی که همسر آزاد خود را یعنی زوجه آزاد خود را هم او را به وجه پسندیده ادب بکند و تعلیم برش بدهد و اون هم از دو اجر و دو ثواب و دو پاداش خالی نمیماند این حدیث هم به پایان رسید میرسیم به با باب باب دوم بابی که ارتباط میگیرد به عذت الامام النساء موعظه امام و سخنرانی امام و تبلیغ امام به زنها اول متن حدیث و دوم ترجمه و سوم باز هم به با مسائلی که تعلق به این حدیث متبرکه میگیرد. ببینیم که اسلام دینی هست که در عرصه های رسانیدن پیام الهی و پیام حیات بخش و رمز راز انسانیت را به همه می رساند یعنی در اسلام مرز بومی وجود ندارد به نام زن بودن و مرد بودن ولی در اسلام همانا معیار معیاری است که میچرخد بر لا اله الا الله بر محور لا اله الا الله میچرخد و همچنان بر محور ان اکرمکم الله اتقاکم هم ای دور میزند و میچرخد پس ببینیم همان طوری که تعلیم و تربیه و وعظ و نصیحت برای مردها مهم است من جمله هم و از و نصیحت و تبلیغ و علم هم و رساندن پیام حیات بخش الهی هم برای زنها هم مهم می باشد در این حدیث اشاره به چندین مطلبی است که ان الله بعد از ترجمه حدیث روی از او صحبت خواهیم کرد ببینیم که ان ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فذن انه لم يسمع يسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقه فجعلت المراه تلقي القرت والخاتمه وبلال ياخذ في طرف ثوبه ان حديث قبلا اشاره كردم ارتباط میگیرد به تعلیم و تربیه زنها که زنها هم قشر نیمی از قشر جامعه انسانی را تشکیل میده و همچنان پیکری از جامعه انسانیت است و مهمترین قشری که در جامعه است زنان مسلمان و زنان مؤمنی که نیاز به تعلیم و نیاز به تربیه و نیاز به وعظ و نصیحت دارد امون که قبلا هم اشاره کردم مردها نیاز به وعظ و نصیحت و تبلیغ و علم و تربیه دارند پس زنها هم از این خالی نیستند باید که در تحت تعلیم و وعظ و نصیحت قرار بگیرند چرا؟ برای این که زیادتر سخن در قلوب زنان جا میگیرد چرا زنان همون طوری که جسمشان لطیف و نازک است همون طور قلب بسیار لطیف و با عطوفت و با الفت دارن زودتر تربیه و تعلیم و وعظ و نصیحت در قلوب زنان مسلمان جا میگیرد اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای دیگری آمده در تاریخ زمانه که زمانی که غزوه تبوک آغاز می شود پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را تشویق به دفاع از سرزمین های اسلامی را داشتن کردند و اینجا بود که همه آماده شدند که در این جهاد عظیم و در این حفظ ناموس الهی که همانا وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و همچنان دفاع از مرزهای عقیده و مرزهای جغرافیایی بود تمام مردم سهم گرفتن حتی مردم با درهم و دینار و حتی سواری که داشتن خودشان با سواری های خود و پول هم و مال هم به پیامبر صلی در این غزوه اعطا نمودن که از آن جمله ابوبکر صدیق عمر فاروق در رأس آنها و عثمان ابن عفان و رضی الله عنهم اجمعین هم اونها کمک های بسیار به سزای انجام دادند و همچنان زنها هم در این کمک ها شامل شدند که امی حدیث هم دلالت به مو غزوه دارد ولی به شکل دیگری که ارتباط به چه میگیرد موعظه امام زنها را حال میپردازیم به حدیث ان ابن عباس رضی الله عنهما از ابن عباس رضی الله عنهما است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیرون شدن و اما بلالن بلالون یعنی از صف مردها رفتن به سوی صف زنان که به امرایشان سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه بود فذن انه لم یسمع النساء بگمان این که شاید سخنان پیامبر صلی را نشیده, نشیده باشند زنان فواعدهن و امرهن به صدقه وقتی که در میان زنان رفتن اونها را واس کردند و و امرشان کردند به صدقه جعلت المرأة تلق القرط این زنی پیدا شد و یا زنان جمعش اگه بگیریم پیدا شدن و کسی گوشواره خود صدقه داد و کسی انگشتر خود صدقه داد کسی حتی که به گردنش بود گردن بند خود را صدقه داد و کسی که چوری به دست داشت اینها را صدقه دادند و بلالون و فی طرف توبیهی و حضرت بلال به گوشه از لباس خود این صدقات زنان را جمع می کردند و حال ببینیم که نکاتی که در این حدیث هست که قبلا هم اشاره کردم دومین مسئله ارتباط به مسئله فقی می از این حدیث دانسته می شود که در مسائل وعظ و نصیحت خانم ها هم نیاز دارند که در زل وعظ و نصیحت قرار بگیرند در اینجا ببینه مسئله فقیش در اینجا است مرد در صورت امن از فتنه میتواند که در میان زنان برود و اونها را دعوت به نصیحت و وعظ و تعلیم و تربیه قرار بده و به خب اونها موعظه و سخنرانی نماید یک دومین مسئله ای که در این حدیث گنجانیده شده است امانا زن می تواند بدون اجازه شوهرش در اموالی که متعلق به خودش می باشد یعنی اموال شخصیش می تواند که تصرف نماید می تواند که از اموال شخصی خود زکات بده می تواند که از اموال شخصی خود انفاق بکنه می تواند که از اموال شخصی خود صدقات و خیرات بکند چی این اموال که قبلا هم ذکر کردیم از خودش باشد چی این که شوهرش برایش توفه و هدیه و بخشش کرده باشد می توانه که صدقه و انفاق بکند یعنی تصرف کامل زن به مال خود دارد اما همون طوری که مردها در مال خود در واسط در سرمایه خود دست باز دارند که اونها هم می صدقه بکنن انفاق بکنن زنان هم در اموال خود که شخصی از خودشان باشد می توانند که دست باز داشته باشند و صلاحیت کامل داشته باشند می توانند که از او اموال صدقه در راه خدا بکنند ببینیم که چند چیز از این حدیث ما و شما برداشت کردیم یک مردها می توانند علما یا خطیب یا کسی که در یک منطقه یا در یک محیط و در یک اجتماع امام است میتواند که روزی را برای خانم ها در نظر بگیرد و اونها را هم دعوت و نصیحت و و تبلیغ کند اگر بر خود خود حاکم بود چون زمان زمان فتنه است و خیلی هم مشکل است و باز هم می بینیم که در زمان فتنه هم مردان خدایی هست که این رسالت را برای زنان هم برساند دومین موردی که آمد در مال شخصی است همونطوری که مرد از خود مال شخصی دارد و دست باز بر مال خود دارد همونطور هم در میان زنان زنانی هم هست که حتی تجار باشند تاجر باشند، زنانی است که مالدار باشند ولی ایجا بدون اجازه شوارش میتونه که تحت مال خود را تحت تصرف خود داشته باشد و دست باز بر مال خود داشته باشد یا اینکه شوهرانشان اگر برشان هدیه یا بخشش یا توفه ای میدهند این هم مال شخصی زن تعلق میگیرد و کسی حق ندارد که بر زن بگوید که یا شوهری بگوید که مال ماست تو خب بخشش کردی بری یا بر مال شخصی زن مرد دست باز داشته باشد که نه بدون اجازه من تو صدقه و انفاق نکن و باید که صدق انفاق باید از, از ما اجازه بگیری نه در اینجا اگر زن مال شخصی می داشته باشد شوهر حق ندارد در مال شخصی زن چیزی بگوید و یا زن را دستش را از مال شخصی خودش کوتاه بکند که اسلام چنین اجازه نداده است و این حدیث هم دلالت به امی مسئله را دارد خداوند در این نشستن شما و گوش گرفتن و و دیدنتان اجر و پاداش نصیب همه ما و شما گرداند تا برنامه بعد همه شما را به الله منان خداوند لایزال می سپارم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته